بانوی عزیزی نوشته با سلام خانم دکتر دختر 23 ساله هستم در طی دوران دانشجویی در شهر دیگری به طور به دور از خانه با پسری که عاشق بودم تقریبا هم خانه شدم حداقل دو یا سه, شب در هفته با هم بودیم و مثل یک زن و شوهر عادی روزگار میگذروندیم از نظر سکس رابطه جنسی کامل داشتیم ولی بعد از هر بار که ایشون فول ارضا شدن احساس میکردم که رفتارشون با من سردتر شده و هر بار که علت را جویا میشدم به مسائل خانوادگی و بیکاری موضوع را ربط میداد من هرگز در اولویت هایی که برای آیندهش میچید نبودم به مسائلی که من بهش حساس بودم و اعلام نارضایتی میکردم توجهی نشون نمیداد اما در کنار همه اینها رفتارهای خوبی هم به عنوان یه دوست داشت وقتی من در شهر خودم بودم به هم میگفت یه نفر به یه نفر نیاز دارم که همیشه کنارم باشه در مورد ازدواجم که بحث رو پیش میکشتم به طور مستقیم بنا به دلایلی بی نارضایتیش رو اعلام میکرد دکتر من چهار سال زندگیم به پاش گذاشتم الان که تموم شده از لحاظ عاطفی در حال فروپاشی هم. احساس پوچی میکنم خودم هم روانشناسی بالینی خوندم ولی کنترل این موضوع و خلع جدا مشکل برم لطفا راهنمایی میکنید چطور باش کنار بیام آیا ارتباطمون ازدواج سفید بوده آیا به خاطر اینکه بکارتم را از بین برده باید مجبور به ازدواجش کنم یا اگر نه چطور فراموشش کنم خیلی سخته ای مهر عزیز من ام توی را همون بیشتر به یه رابطه ازدواج سفید بیشتر میخوره رابطه شما طی چهار سالی که شما باهاش بودی دائما این نشون داد که رضایتی برای ازدواج نداره یعنی شما توی رابطه بودین که ایشون به شما دروغ نگفت با شما بازی نکرد نوشتی به طور مستقیم به شما میگفت نارضایتیشو در مورد ازدواج یا مسئله بیکاریش یا مسئله مسئله خانوادگیش پس آگاه بودی دائما آگاه بودی ازش شما همش 23 سالته خوشبختانه درستو تموم کردی نگران نباش یه رابطه و یه تجربه خیلی بزرگی تو زندگیت بود شما چهار سال از زندگیتو از دست ندادی چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یه مهربانوی که روانشناسی بالینی خونده چرا باید فکر کنه که چهار سال از زندگیش تباه شد یا چهار سال ازش استفاده شد شما هر دو در کنار هم استفاده مساوی از هم بردین در مورد رابطه جنسیتون در رابطه دوستیتون با هم دیگه همیشه احساس میکردی که اولویت نیستی خب اینو از اول دائما بهت نشون داد که هدف داره برای زندگیش هدفش آینده شما نیستین اینو همیشه توی رابطهش به شما نشون داد ولی چرا شما اینو ندیدی؟ چرا نادیده میگرفتی فکر میکنی؟ اما به هر حال آیا هنوز در با هم هستین؟ وقتی ایشون نوشته که من دلم میخوادی که همیشه با من باشه وقتی برمیگردی تو شهر خودت منظورش چیه؟ آیا میخواد که هنوز تو رابطه باشین؟ شما درس تموم شده برگشتی؟ باهاش باز صحبت کن ازش باز سوال کن که این تکلیف راب نه تکلیف ازدواج ببین این از ازدواج میترسه آمادگی ازدواج نداره شما هم همش 23 سالته آخر دنیا نشده اصلا شروعش نکن دراما کوینش نکن شما خواسته خودت بوده پرده بکارتت با برداشته شده و هر دو مسئول این قضیه بودین پس اینو نباید بهانه بکنی برای ازدواج اجباری اینجور ازدواج های اجباری به ناکجا آباد کشیده میشه به خیانت ها کشیده میشه به پشیمانی های بد کشیده میشه پس قشنگ بشین باهاش صحبت کن بگو رابطه ما آیا بعد این رابطه ما هنوز بمونه یا میخوای تو این رابطه رو تموم کنی چون الان به شهرم برگشتم نمیتونم برگردم دوباره تو اون شهر فکر میکنی که ما این رابطه رو ادامه بدیم یا این رابطه رو تموم باید بکنیم تو چی میخوای من تو رو دوست دارم من خلای تو تو زندگی برای من خیلی سخته ولی من نمیخوام رو هوا بمونم من میخوام در مورد احساس تو مطمئن بشم که احساس تو الان نسبت به این رابطه ای ما چیه اصلا از ازدواج صحبت نکن فقط از رابطت سوال کن که از احساسش نسبت به تو و رابطش با تو آیا میخواد تو این رابطه هنوز بمونه یا میخواد از این رابطه بیاد بره بیرون چون برگشتن شما به اون شهر که الان فعلا امکان پذیر نیست شما دانشجو بودی شا... تموم شد درست آیا میخواد رابطه هنوز بمونه اینا سفت و محکم و مستقیم ازش سوال بکن اگر گفتش که من میخوام تو این رابطه بمونم ولی من میخوام تو بیای تو شهر ما خب این به خاطر مسئله خانوادگی امکان پذیر نیست حالا نمیدونم برای شما امکان پذیر هست یا نه که درس تو ادامه بدی تو اون شهر و یا کار پیدا کنی تو اون شهر خانواده اجازه میدن که شما از اون شهر به هر کار بری بیرون به حال اینش خانوادگی خودته که خود درگیرش هستی باید بدونی اگر برگشت گفتش که نه من کسی رو میخوام که اینجا باشه و چون تو دوری دیگه این رابطه رو فکر نمیکنم بتونیم نگه داریم پس این داره نشون میده که شما رو به اندازه کافی دوست نداره و در مورد این رابطه هم فکر نمیکنه و میخواد این رابطه رو تموم کنه میدونم سخته میدونم خیلی این خلا برات سخته میدونم چقدر عادت کردی بهش ولی اصلا آخر دنیا نبین اصلا به خودت فشار نیار اصلا به اون فشار نیار گدایی عشق و گدایی رابطه رو را ازش نکن اینو به عنوان یه تجربه بسیار بزرگ تو زندگی نگه دار چون ازش آزار و اذیت ندیدی خوش به سعادتت که از یک مرد که نامرد نبود دروغ به تو نگفت امیدوارت نکرد یه رابطه های خیلی خوب دوستانه صمیمی با هم داشتین و شما کلی از این رابطه تجربه کردی تجربه مثبت و تجربه منفی پس اینو بزرگش نکن به عنوان یه تجربه نگهدار سوگواری این خلاه فر... تموم کردن رابطه را باید بپذیری و, و تعم... تحمل در موردش داشته باشی تا این... تا این زمان بتونه با منطق در کنار زمان بتونه مرهم بشه برای این خلا و حالا شما باید گل و هدف بر خودت درست کنی حالا که دانشگاه تموم شد آیا میخوای بری برای فوق لیسانس آیا میخوای بری دنبال کار چون همش 23 سالته لطفا به فکر ازدواج فعلا نباش چون هنوز درگیر اون رابطه هستی به دنبال کار باش به دنبال ادامه تحصیل باش و این سوگواری این خلا به راحتی تموم میشه میره عزیزم اگر قراره تموم بشه بزرگش نکن سنگینش نکن بار بزرگ نکن رو دوشت گدایی عشق و توجه, نکن و بعد هرگزم هم مجبور به ازدواجت نکن هرگز این کار نکن موضوع به خودت باش و گود لاک عزیزم